هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه اولین روز از ماه اسفند برابر با 20 ماه فوریه در خدمت شما هستیم. برنامه 4 از مجموعه برنامه های تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. در نوبت پیشین و برنامه های قبلی اشاره کردیم انسانی که در درون یک ایدئولوژی ساخته میشه باید در درون همان ایدئولوژی هم فهم بشه و ما نمیتوانیم اندیشه ها، ارزش ها، جهان بینی ها و اهدافی که خارج از ایدئولوژی هست رو به صرف زیبایی بر اون انسان بار بکنیم. یعنی درک یک انسانی که در درون ایدئولوژی یا بسته یا مجموعه فکری به نام اسلام تنظیم شده، یعنی علی ابن ابی طالب، انطباقش با ارزش‌های مدرن مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، مثل سکولاریسم که امروزه خب داره محبوبیتن و بعضن هم توسط افرادی مثل نواندیشان دینی به این شخصیت‌ها بار میشه فاقد وجاهته. اونها هم سعی میکنن از این شخصیت ها انسان های مدرن بسازن یا حداقل نشان بدن که اونها هم سر سازگاری با این مفاهیم دارن، در حالی که ما اگر اون ایدئولوژی، اون بسته فکری رو خوب بشناسیم و فهم کنیم میدانیم که این انسان ها جدای از اون نیستن. در مورد علی ابن ابی طالب هم داستان از همین قراره، یعنی انسانی که از کودکی در محیطی زندگی میکنه که شارع اون ایدئولوژی یا اون ایدئولوگ اصلی سرپرستی و تربیت او رو به عهده گرفته و سعی کرده او رو همان گونه بسازه که در درون اون ایدئولوژی مطلوب هست، چون بخشایی از نظام فکری اسلام یا اون ایدئولوژی کار تربیتی است. یعنی اینها هم میخوان انسانهای مختص خودشون رو تربیت بکنن. در نتیجه وقتی به زندگانی علی میرسیم بسیاری از این تعلیم و تربیت ها رو میبینیم. به عنوان مثال از دوران کودکی علی وقتی آغاز کنیم که بیشتر هم اشاره کردیم به دلیل فقر ابو طالب محمد علی رو به خانه میبره در حالی که علی 6 سالشه و زمانی که علی 10 ساله هست محمد مبعوث میشه به پیامبری، یعنی سعی میکنه اندیشه‌های اسلامی خودش رو اجرایی بکنه. اما این تعلیم و تربیت بر علی هم بار میشه. به همین دلیلی که ما در تاریخ اسلام میبینیم زمانی که علی کودکه به همراه محمد برای شکستن بتان حرکت میکنه، یعنی یک کودک 10 ساله توسط یک انسان 40 ساله که مدعی است دارای یک ایدئولوژی یا یک فکری است به کار گرفته میشه برای تفکرات ایدئولوژی. علی ابن ابی طالب با پیامبر اسلام مشارکت میکنه در تخریب بتان. یعنی او از کودکی داره یاد میگیره که آرا و عقاید دیگران، خدای ادیان دیگر، خدای اشخاص دیگر باید نابود بشن، چون از بزرگترش داره اینا رو یاد میگیره. بعدها البته آوردند که در فتح مکه پیامبر علی رو بر روی دوش خود قرار داد و او بتان رو انداخت، در حالی که این روایت به نظر درست نمیاد. چرا؟ به دلیل اینکه در سال فتح مکه، یعنی سال 7، خب پیامبر اسلام 60 سالشه و علی ابن ابی طالب نزدیک به 30 سال و بعیده که یک پیرمرد 60 ساله که ناتوانی هایی هم داشته در اون زمان بتواند یک جوان 30 ساله رو بر روی دوش خود بگیره. اما این روایت درست میشه زمانی که این رو به دوران کودکی علی نسبت بدیم، یعنی جایی که علی 10 سالشه و محمد 40 ساله و طبیعی است یک انسان
40 ساله به راحتی میتونه یک کودک 10 ساله رو بر روی دوش خودش بگذاره و بتان رو نابود کنه. مقصودم اینه که دقت بفرمایید، کسانی که در درون یک ایدئولوژی یاد میگیرن از همون دوران کودکی که نسبت به خدایان یا عقاید دیگر ادیان نباید احترام قائل شد، باید اونا رو نابود کرد، چون داره میبینه بزرگترش این کار رو میکنه، بعدها هم که وقتی خدمتگزار اون ایدئولوژی میشه دیگه نمیتونه اهل تساهل و تسامح باشه، دیگه نمیتونه خدایان دیگران رو بپذیره. در کنار این شما میبینید علی حتی وظیفه دفاع از محمد رو هم به عهده داره. یک روایت جالبی است در جنگ بدر و احد، زمانی که دو سپاه در برابر هم قرار میگیرن، خب هماورد میطلبن و افراد هم خودشون رو معرفی میکنن. یکی از این افراد طلحه بن ابی طلحه است که از سوی قریش آمده به جنگ و هماورد میطلبه و علی اجابت میکنه این هماوردی رو تا وارد کارزار بشه. طلحه بن ابی طلحه به اون میگه قزم، و این کلمه به معنای کسی است که با دندان خودش گوشت تن دیگران رو میکنه. اما ریشش برمیگرده به دوران کودکی علی، یعنی جایی که وقتی پیامبر اسلام دعوتش رو آشکار کرد و خب اون نزاع‌ها رخ داد در درون جامعه مکه به خاطر اینکه مسلمانان به خدایان دیگران دشنام میدادن، بنابر اون نقل ابن هشام که اشاره کرده که وقتی بزرگان قریش جمع شدن به نزد ابو طالب و اعتراض کردن به او، گفتن آقا برادرزادت رو تذکر و تنبه بده که دست از این کارا برداره، ایشان آمده دشنام میده به خدایان ما، سب الهنا، ما به خدایان دیگران دشنام نمیدیم ولی پیامبر اسلام داره به خدایان ما دشنام میده، سب الهنا، بزرگانمونو کمخرد میدونه، صفه احلامنو، به پدران ما دشنام میده، شتم آبائنا. بعد اشاره میکنه که اگر او بخواد به این کار ادامه بده ما هم این کار رو انجام میده. بنابراین در اون جو یک نزاعی رخ میده بین گروهایی از مکه با پیامبر اسلام. ما میدونیم محیط مکه یک محیط آزاد بود از نظر مذهبی، وجود 360 بت در درون کعبه و پیرامون اون نشان میداد که عرب نسبت به خدایان دیگران بغض و کینه و عداوت نداشت. حتی وقتی دختران الله که سه بت بودن، لات، منات و عزا، چون عزا بت قریش بود، منات بت قبیله اوس و خزرج بود در ناحیه المشلل در القدی، و لات هم بت سقیف بود در طائف، صخره‌ای بود، هر سر دختران خدا می دونستن، یعنی دختران الله، الله بت یا خدای نادیده عرب به معنای بت نبود، چون بعضی این اشتباه رو می کنن فکر کنن الله بت، نه، الله خدای نادیده عرب بود قبل از محمدم بود، اما مظاهری داشت، یک شبه خدایگانی که عرب بهش توسل میجوز وسیله قرار میداد، که اینا بتان مختلف بودن، شفیعان نزد خدا بودن به نوعی، همون مثل امامزاده هایی که الان در جهان تشیع در ایران وجود داره که میرن به نزدشون اونها رو وسیله قرار میدن، توسل میکنن به نوعی. عرب هم این بتان رو، نه اینکه اونها آفریدگار ما هستن، نه، عرب نمیگه هوبل آفریده منه، لات من رو آفرید، لات صخره بود، عزا درخت، درخت سگانه ای بود، نمیگفت اینها ما رو آفریدن، میگفت اینها به دلیل اون ویژگی هایی که دارن مورد عنایت خدا هستند. بنابراین ما از اونها میخواهیم که به نزد خدا شفیع ما باشن. براشون نزورات میبردن، همون چیزی که شما شیعیان همین کارا رو میکنن. بنابراین در اون محیط خدایان مورد احترام بودن.
حالا این خدایان یا به شکل بت بودن یا کسانی که اساسا بت نمی پرستیدن، مثل حنفا. حنفا کسانی بودن در درون مکه، اینها بت نمی پرستیدن، اما شاهدی نداریم کسی اونها رو آزار و اذیت کرده باشه، مثل قصه ابن ساعده ایادی، عثمان ابن حویرس، زید ابن عمرو ابن نفیل، عبید الله ابن جحش و خیلی های دیگر. اینا حنفای آن زمان بودن. پس یک محیط متساهل فرهنگی عقیدتی وجود داره. شما در مکه نهاد روحانیت نمیبینید که کسی بگه من مفسر خدا هستم، من مفسر کتاب آسمانی هستم، من میفهمم این بت چی میگه. اینا همه انحرافاتی است که با ظهور پیامبر اسلام ایجاد شد در محیط حجاز، وگرنه اونجا محیط متساهلی بود. حالا پیامبر اسلام آمده، شروع میکنه دشنام دادن به بتان و گروه های مختلف رو، که بعدا در قرآن به دلیل اینکه مشرکان زور بیشتری داشتن و وقتی دوتا مسلمان پشت میدادن 20 نفر از مشرکان هم همون رو مقابله به مثل میکردن، قرآن آمد و این رو نهی کرد، گفت فعلا دشنام ندید. اما شروع کنندش پیامبر اسلام. در اون محیط اهل مکه کودکان رو میفرستادن که برید و پیامبر رو اذیت بکنید، حالا با سنگریزه یا با دشنام دادن، چون محیط دیگه ملتهب شده بود. در این میانه علی ابن ابی طالب که یک کودکی است بین 10 تا 13 سال، میآمد و با دندان خودش کودکان رو گاز میگرفت، گوش اونا رو میکند، دستشون رو گاز میگرفت و اینا. و در واقع سرباز بود، کودک سرباز بود به نوعی برای پیامبر اسلام. و همین داری طلحه ابن ابی طلحه به اون میگه قزم، یعنی کسی که تو مکه ما رو گاز میگرفتی، بیا جلو، من میخوام با تو بجنگم. خب چرا اینا رو من عرض میکنم؟ حالا جنبه طنزم داره ولی خیلی اهمیت داره که ما فهم کنیم چگونه اسلام کودکان رو وارد فضا ایدئولوژیک میکنه و سعی میکنه اونها رو سربازانی در خدمت ایدئولوژی تربیت بکنه. و وقتی اون کودک در اون فضا اینگونه رشد میکنه، خب طبیعی است دیگه، شما نمیتونید از اون انتظار داشته باشید که وقتی بر اساس یک ایدئولوژی جامعه پذیر شده، خارج از اون ایدئولوژی بیاندیشه و به ایدئولوژی پشت پا بزنه. نشدنی است. اینا رو عرض میکنم که فضای فکری علی ابن ابی طالب رو خوب بشناسیم. در اون سالهای کودکی و بقایی هم رخ میده که برای ما اهمیت داره، چون یکی از بحثای ما این است که نقد کنیم باورهای شیعیان رو، یعنی علمای شیعی که سعی میکنن از دل برخی بقایی تاریخی یه مشروعیتی برای نظام سیاسی عقیدتی خودشون پیدا کنن. این کاریست که متکلمان انجام دادن. متکلمان کسانی هستند که با استفاده از دلایل عقلی و نقلی سعی میکنن اصول مذهب یا دین خودشون رو توجیه بکنن، یا اون ویژگی ها رو در مورد احکام هست برجسته بکنن، ازش دفاع بکنن. به اینا میگیم متکلم. فیلسوف با متکلم متفاوته. فیلسوف هم از دلایل عقلی استفاده میکنه، اما نه برای اثبات دین یا مذهب، بلکه برای یک پدیده‌ای که ممکنه درست باشه حتی اگر دین برخلاف اون نظر بده. پس تفاوت متکلمان و فیلسوفان در اینجاست. یعنی غالبا کسانی که میگن فلانی فیلسوف مسلمانه خطا میکنن. ما فیلسوف مسلمان نداریم، ما متکلمان اسلامی داریم. کسانی هم بودن که سعی کردن با اندیشه‌های فلسفی تا حدودی احکام رو پس بزنند، اما باز در درون همون چارچوب مجبور به اندیشیدن بودن. اونایی هم که اندکی بیرون آمدن مثل ابن سینا توسط غزالی ها تکفیر شدن، چون ابن سینا هم برخی از ویژگی های اصول یا اون شاخصه های دین رو قبول نداشت، مثل معاد جسمانی ابن سینا قبولش نداشت، علم خدا به جزئیات ابن سینا قبولش نداشت، حادث بودن جهان. حالا این بحثایی است که فعلا موضوعیت نداره. مقصودم اینه که کمی بفهمیم فرق بین متکلم با فیلسوف کجاست. زکریای رازی بیگمان یک فیلسوفه، به همین دلیله که او کتابی داره یا مباحثی داره با ابو حاتم رازی و در اونجا دین رو زیر سوال میبره
نبوت رو دروغ میدونه، مخارق الانبیا کتاب داره، یعنی دروغ های انبیا. و بعد اشاره میکنه که این کتاب هایی که به عنوان کتاب های دینی آمده سبب نزاست، سبب درگیریه، برگزیده شدن یک انسان به عنوان پیامبر خلاف عدالته. خدا در جایی نیست که بگه من از میان این همه انسان ها یکی رو برگزیدم، این خلاف عدالت. و بعد ویژگی های خاصی به او بده که محل بحث ما نیست. بنابراین خواستم عرض کنم متکلمان شیعه یا سنی همیشه با هم نزاع داشتن، سعی کردن برای این جنبه هایی که الان عرض میکنیم آراء حالا برای اثبات یا برای ردش اقامه بکنن. پس یه بخشی از کار ما هم همینه که در بازشناسی باورها بخش هایی که یک شیعه امروز در اون جامعه ایرانی قبول داره رو یک بار مورد بازشناسی قرار بدیم ببینیم درسته یا نه. خب یکی از اونها این است که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو به جانشینی خودش برگزیده، یعنی شیعیان برای رد خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و اینکه اونها غاصبان حق علی هستن، خب به داستانهای تاریخی رجوع میکنن. یکی از اون داستانها زمانی است که پیامبر اسلام میخواد دعوت خودش رو آشکار بکنه. خب اول از خانواده و همسایگان خودش میخواد آغاز بکنه، هرچند قبلا به شکل مخفی این کارها رو میکرد، یعنی به شکل مخفیانه افرادی رو دعوت کرده بود، پیروانی داشت. حالا دستور رسید که شما دعوت خودتو علنی بکن، دیگه نیاز نیست در خفا و در خانه زید ابن ارقم و اینها بری و کارها رو انجام بدی، بیا و به شکل علنی اظهار. خب ایشون بنی هاشم رو و به خصوص بنی عبدالمطلب رو دعوت میکنه، ظاهرا بنابر نقلی 40 نفر که البته به نظر میشین عدد 40 ساخته مورخانه، چون بنی عبدالمطلب و بزرگانش در واقع 40 نفر نبودن. ولی حالا گروهی رو دعوت میکنه به خانه و در اونجا اشاره میکنه که من پیامبر هستم و آمدم برای ابلاغ یک دینی به نام اسلام، و در نتیجه اگر شما دعوت من رو بپذیرید بعد از من شما جانشین خواهید بود. ظاهرا کسی در اون جمع نپذیرفت و در اون بار 3 بار علی ابن ابی طالب دستشو بلند کرد که یا رسول الله من دعوت شما رو میپذیرم، با اینکه قبلا مسلمان بود به نوعی از 10 سالگی، اما تاکید کرد که من میپذیرم. شیعیان استفاده کردن از این مسئله که چون در اونجا علی دستش رو بلند کرد، بنابراین یک سند مبنی بر خلافت علی به جانشینی محمد در اونجاست، یعنی علی خلیفه محمده، جانشین اوست. خب این روایت چند مشکل داره که حالا بحث خواهیم کرد. اولین مسئله بر سر این است که ما روایت هایی رو هم داریم از همون تاریخ که کاملا مغایر با این مسئله است. مثلا چند سال بعد از این واقعه محمد برای دعوت گروه های مختلف عرب میرفت در نزد اونها. یکی از این قبایل مثلا بنی عامر بود، محمد رفت به نزد اونها و رئیس اونها یعنی بحیرت ابن فراس و گفتش که شما دعوت من رو بپذیرید و بیایید مسلمان بشید. بحیره به اون میگوید که خب فرض ما آمدیم و مسلمان شدیم، کار تو هم گرفت، بعد از فوت تو چه کسی جانشین توست، چه کسی خلیفه توست؟ در اینجا محمد نمیگه که چند سال قبل علی ابن ابی طالب به خلافت برگزیده شده، میگه این امریست در آینده و متعلق به خدا. این روایت کاملا مغایر با اون روایتی است که در خانه محمد رخ داده. طبیعی بود که محمد در جواب بحیره باید میگفت که علی ابن ابی طالب انتخاب شده، دیگه موضوعیت نداره. مشکل دوم این که در همون روایت نقل ها بسیار متفاوت و متشتته، یعنی بخشی از اونها اصلا کلمه خلیفتی رو ندارن، نقشای دیگر اشاره میکنن که اصلا این موضوع اونجا مطرح نشده، یعنی ما تشتت روایت رو هم داریم، روایتی نیست که کاملا همه بر روی اون متفق باشن. ما در نوبت اول اشاره کردیم روی روایت هایی متکی هستیم که اجماع در اون هست. مشکل سوم این است که اساسا محمد در سال
سوم بعثت در جایگاهی نیست که بخواد برای خودش خلیفه تعیین کنه. یعنی او هنوز نمیدونه که کار و بارش گرفته نگرفته. کسی که هنوز جایی رو در اختیار نداره، حتی در درون مکه پیروانی نداره به اون معنا به غیر از عده معدود، خب طبیعی است بحث جانشینی مطرح نیست. جانشین برای کسی است که دولتی داشته باشه، امارتی داشته باشه، قدرتی داشته باشه، نقش حاکمیتی داشته باشه. یعنی اگر این روایت در مدینه می آمد، شاید افراد قانع می شدن که بله خب ایشون یه حکومتی داشته، در جایگاه قاضی، داور، حاکم نشسته و برای بعد از خودش هم یه تمهیداتی اندیشید. ولی محمد در سال سوم بعثت که اصلا جایگاهی نداره، نه در درون مکه و نه در درون همون بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب، چون در همون زمان ابو طالب زنده است. بعد از ابو طالب که فوت میکنه، ابو لهب جانشین او میشه. اصلا محمد رو به رسمیت نمیشناختن. و کسی بگه جانشینی برای خودم میارم، برای خیلی قابل قبول است. نکته دیگر این که اصلا این روایت با اساس همون اندیشه متکلمان در تضاده. چرا؟ چون اونا معتقدن امامت منسوسه، از جانب خداست. یعنی وقتی خدا میگه به علی بدید، داستان تمامه. او باید تعیین کنه، محمد نمیتونه پیشنهاد بکنه. جمعی باشن، محمد پیشنهاد بکنه، بگه اولا شما کیا میپذیرید؟ هیچکی نپذیره. بعد علی دستشو بلند کنه، بعد محمد بگه تو. مگه ابو لهب میپذیرفت؟ آیا ابو لهب میشد امام؟ اگه ابو طالب میپذیرفت، ابو طالب میشد امام؟ اصلا محمد چیکاره است؟ امامت مگر نص از جانب خدا نیست؟ پس دیگه قابل پیشنهاد کردن نیست که شما جمعی رو جمع کنی و بین اونا پیشنهاد بدید. یعنی خود متکلمان شیعه متوجه نشدن که این ادعای اینا در تناقض قرار میگیره با اون اصل که امامت منسوس از جانب خداست. نمیشه اونو پیشنهاد کرد که به دیگران، حالا اگر کسی نپذیرفت حالا بدم به علی. نه خیر، این حق علی بوده، اصلا شما نباید پیشنهاد بکنید به دیگران. مشکل دیگر مسئله قدیره، حالا ما در آینده به اون خواهیم پرداخت که ویژگی های قدیر چه بود. چون اگر مسئله روایت درست باشه، دیگه قدیر موضوعیت نداره، چون یه بار علی در مکه انتخاب شده دیگه، شما نیاز نداری دوباره در قدیر دست علی رو بالا ببری، تحصیل حاصل. خلاصه بحث قدیر رو همین امروز مطرح کنیم، شاید بد نباشه چون به هم پیوند داره. چون اینها مهمترین وقایعی هستند که شیعیان سعی میکنند از دل اون امامت علی رو بیرون بیارن، سعی کنن اهل سنت رو تخطئه بکنن به عنوان پیروان اشخاصی که غصب حق خلافت کردن، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، و در نتیجه بگن حق با علی و اولاد اوست. و بعد هم برای ما در درون جامعه ایران یک مذهب، یک آیین، یک دینی رو بر بکشن و بعد از دل اون تئوری هایی در زمینه سیاست ایجاد بکنن که خلافت حق علی و اولاد اوست، و بعد طبق روایت های اونها بگن که حالا که ما نیستیم و قائم ما فعلا نیامده، فقها جای او هستن. بس نیاز است ما اینا رو بشناسیم. خب حالا برگردیم سر داستان قدیر. هرچند داستان قدیر مربوط به سال دهم هجرت و ما فعلا در مسئله علی ابن ابی طالب در سال سوم بعثت بودیم، ولی چون مرتبطه از نظر محتوایی، من میخوام برگردم به داستان قدیر، اینم بپردازیم، شاید مهم که این دو در کنار هم قرار بگیریم. مسئله قدیر که در ایران هم میبینی جشن میگیرند و بنیادی دارند و اینها، چون مبنای اندیشهشون به همین قدیر برمیگرده، ما نیازمند بازشناسی هم تاریخی، زمینه ای و بعد وارد نقدش هستیم. اولا مسئله این که ریشه قدیر رو شما نمیتونید فهم کنید مگر اینکه قبل از اون ببینید چه وقایع تاریخی رخ داده. در سال دهم پیامبر اسلام
دو سپاه به یمن میفرسته. یک سپاه به فرماندهی خالد ابن ولید و سپاه دیگر به فرماندهی علی ابن ابی طالب. و بعد اشاره میکنه که شما وقتی رفتید و کار جهاد رو انجام دادید، زمانی که به هم رسیدید، امیر دو سپاه علی ابن ابی طالبه. یعنی وقتی سپاه خالد و علی به هم وصل شدن، علی امیر دو سپاه است. خب این دو سپاه به هم رسیدن، غنایمی گرفته بودن و علی شد به عنوان امیر این دو سپاه. علی ابن ابی طالب از بین غنایم یک کنیزی رو به خودش اختصاص میده و با او هم بستر میشه. و برخلاف رویه اسلامی غنایم رو بین جهادگران تقسیم نمیکنه، چون اساس این بود بعد از هر جنگی غنایمی که به دست آمد یک پنجمش رو، یعنی خمسش رو، برای خدا و رسول کنار میذاشتن، مابقی رو بین جهادگران تقسیم میکردن. علی ابن ابی طالب این کار رو انجام نداد، یعنی غنایم رو بین جهادگران تقسیم نکرد، اما خودش رفت و با یک کنیز هم بستر شد. خب این برای سپاهیان خیلی سنگین بود که آقا علی غنایم ما رو تقسیم نکرده، ولی خودش آمده و به غنیمتی که حالا کنیز هست دست درازی کرده. برعیدت ابن حسیب اسلمی رو فرستادن به مدینه که شما برو به نزد رسول الله بهش بگو داستان از چه قراره و ما از علی ناراضی هستیم. در همین زمان محمد حرکت میکنه به طرف مکه برای حج. یعنی اونها از یمن جنوب حجاز دارن حرکت میکنن به طرف مکه، محمد هم از شمال حجاز داره حرکت میکنه به طرف مکه. زمانی که برعیده به این رسه به نزد محمد، داستان رو میگه و محمد هم اونجا اشاره میکنه که سهم علی از غنائم بیش از یک کنیزه و شما حق ندارید به علی اعتراض کنید. داستان فیصله پیدا میکنه در اینجا. محمد زمانی که وارد مکه میشه این نزاع همچنان وجود داره. به چه نه؟ زمانی که علی میفهمه که پیامبر برای حج میاد، سپاه رو در اختیار جانشین خودش قرار میده و خودش زودتر حرکت میکنه که سریعتر برسه به مکه و اعمال حج رو انجام بده. زمانی که اعمال حج تمام میشه، خب سپاهیان نزدیک میشن به مکه، از یمن میامدن. علی میره به استقبال اونها، ناگهان میبینه که اونها از همین لباسهایی که به عنوان غنیمت گرفتن پوشیدن. بلافاصله متغیر میشه و به فرمانده و جانشین خودش نهیب میزنه که شما برای چی این غنیمت تقسیم کرد؟ مگه من نگفتم دست به اینا نزنی؟ جانشین او اشاره میکنه که خب ما نزدیک شدیم به مکه، اینا موسم حج، مردم زیادی هم جمع هستن، میخواستیم ظاهرمون کمی آراسته تر باشه و اینا هم خب سهم ایناست، غنیمته. علی دستور میده همه رو جمع کنید، اون لباسا و اینایی که هر کسی برداشته جمع. دوباره همون مشکل ایجاد میشه، یعنی نارضایتی سپاهیان افزایش پیدا میکنه و این موضوع در مکه به گوش پیامبر اسلام میرسه که داستان از این قراره، اما همچنان ادامه پیدا میکنه تا زمانی که اونها از مکه بیرون میان و در میانه راه پیامبر احساس میکنه که هنوز این مشکل و بگومگوها وجود داره. بنابراین داستان غدیر خم رخ بس، این یک زمینه داستانی است. اما نکات دیگری هم هست که به فهم ما از مسئله کمک. زمانی که پیامبر اسلام داره از مدینه حرکت میکنه، بنابر نقل روایت‌های تاریخی، سالی است که وبا شایع شده در حجاز. به همین دلیل خیلی‌ها بیمار بودن، نتوانستن به حج برن. و تعداد شرکت کنندگان در حج کمتر از سال‌های دیگر بود. اینا رو عرض می‌کنم که چون شیعیان بر مبنای تعداد هم میذارن که 120 هزار نفر با علی بیعت کردن، در حالی که در شرایط اون زمان و مسئله وبا سبب شده بود که خیلی ها شرکت نکنن در حج و ناتوان باشن برای رفتن به اونجا. دومین مسئله این که زمانی که پیامبر حرکت میکنه، سیر حرکت او رو
خود متکلمان و مورخان شیعه هم آورده، مثلا علامه امینی در کتاب القدیر خودش دقیقا اینا رو میاره که محمد زمانی که از مدینه حرکت میکنه تا مکه چه گذرگاهی عبور کرده، گذرگاه های بزرگی که محل اتراق بود و شناخته میشد. قدیر خم به معنای قدیر به معنای آبگیره، یک جایی که آبی کوچک وجود داره، چایی وجود داره، و خم نام دره است، یعنی آبگیره، یک دره است در 5 کیلومتری جحفه. جحفه محلی بود که محل تلاقی حجاجه، مثلا میستن کاروان سراها و اینها داره، یعنی محل اصلیش اونجاست. اما قدیر خم یک مرحله، یک منطقه انحرافی است. مثلا شما از تهران وقتی میرید در شمال یه جاده ای هست، حالا جاده حراز و فیروزکوه و اینها، جاده چالوس و اینا، اما در درون کوه ها شما یک منطقه خوش آب و هوایی میبینید که اگر از جاده منحرف بشید مثلا 5 کیلومتر برید داخل، میبینید به یه جای خیلی سرسبزی رسیدید. اون جای سرسبز محل عمومی نیست، یه محلی است برای یک استراحت موقت. مهمتر از خم جحفه که 5 کیلومتری با خم فاصله داره و 150 کیلومتر از مکه دوره. چه اینو عرض میکنم چون مهمه. پس میبینید غدیر خم یعنی آبگاه دره خم منطقه بی اهمیتی است. یکی از بی اهمیت ترین مناطقی است که کسی بخواد ابلاغ وحی بکنه یا افراد رو جمع کنه که شما بیایید ولایت علی رو بپذیرید. خب محمد با این طریق میاد به مکه. حالا مشکلات در کجاست؟ مشکل در اینجاست که اساس مسئله قدیر خم برمیگرده به یک روایتی که محمد دست علی رو بلند کرد، گفت من کنت مولا فعلی اون مولا یا فهازا علی اون مولا، و بعدم ادامه میده هر کسی رو که علی رو دوست داره خدا یا تو هم رو دوست داشته باش، هر کسی که با علی دشمنه تو هم دشمنش باش. ولی این مشکل در این روایت قدیر، کلمه مولاست. خود علامه امینی نزدیک 27 تا معنی برای مولا ذکر میکنه که برخی از اونها اتفاقا به علی بار میشه، مثل دوست، مثل داماد، مثل برادر، چون علی هم داماد پیامبر بوده هم برادر او بوده به نحوی، پسر عموها رو در آن فضا مثل برادر میدیدن. برای این مشکل اینه که چرا خدا برای ابلاغ جانشینی علی از کلمه خلیفه استفاده نمی کنه، در حالی که در قرآن هم خلیفه وجود داره، هم برای آدم ابوالبشر آمده هم برای انبیاء بنی اسرائیل آمده، و عرب هم خلیفه رو به معنای جانشین در امر اجتماعی می دانست، در امر سیاسی می دونست، حتی امروز هم همینه، یعنی خلیفه یعنی جانشین، جانشین در امر سیاسی، در امر اجتماعی. ما کلمه مولا به معنای جانشین در امر سیاسی معنا نمیده به شکل خاص. طبیعیه که خدا باید حداقل دارای این درایت باشه که از کلمه استفاده نکنم که 27 تا معنی داره و هر کسی میتونه یک درکی ازش داشته باشه، برم سراغ یک معنی بگردم که این معنی دقیقا منطبق با نیت من باشه و سعی کنم بگم بفرمایید ایشون خلیفه است. خب پس اولین مشکل در این معناست. مشکل دوم این است که پیامبر اسلام در مکه یعنی محل تجمع حجاج بهترین زمان برای ابلاغ مهمترین دستوراته. شما فرض کنید میخواید چیزی رو بگید که برای مردم مهمترین مسئله است، یعنی جانشین پیامبر، دیگه از این که بالاتر نداریم. آیا این رو باید در مکه که محل تجمع حجاج، از یمن آمدن، از عراق آمدن، از نجران آمدن، از مناطق مختلف آمدن اعلام کنی، یا در یک منطقه دورافتاده‌ای 5 کیلومتر از جحفه دور، اون هم در یک آبگیرگاه کوچک اعلام کنی؟ و هر عقل سلیمی میدونه بهترین جا محل تجمع مکه است، و شما هم که اونجا بودید
مردم دیگر هم بودن، علی هم در مکه بود، چون جا اعلام نکردی دست علی رو بالا می بردید و می گفتید ایشون جانشین منه. یعنی هم الله فراموش کرده بود، هم محمد که مکه محل خوبی است برای این کار. زمین که محمد در مکه دو بار سخنرانی میکنه، در منا و عرفات صحبت میکنه، خب بهترین زمان همونجاست. جایی که شما باید سعی کنید مهمترین مسائل رو ذکر کنید، ولی میبینیم نمیکنه. دیگر نکته این که در مهمترین سند باید ذکر بشه. شما الان میبینید مسئله ولیعهدی جانشینی در قانون اساسی هر کشوری میاد با یک اصول مشخص اشاره میشه که آقا جانشین آقای فلانی کیست یا انتخابش چگونه است. در قانون اساسی میاد. قانون اساسی اسلام چیه؟ قرآن. چرا مسئله جانشینی علی در قرآن نیامده به عنوان مهمترین سند که مورد اتفاق همه مسلمانانه؟ جای علی خالی است در حالی که هزاران آیه بیمورد در قرآن وجود داره، آیه های بی ارزش در قرآن وجود داره. الله فراموش کرد که حداقل یه آیه برای علی بفرسته؟ آیا پیامبر اسلام فراموش کرد؟ جبرئیل فراموش کرد که بخواد یه آیه در مورد علی بفرسته؟ حالا جالب اینه که در خود قرآن اتفاقا آیاتی وجود داره که بنابر شأن نزولش که مفسران قرآن و اسلام نوشتن در مکه در همون زمان آمد. مثلا شما آیه 3 سوره مائده رو در نظر بگیرید، بنابر نقل مفسران در همون منا و عرفات نازل شد در مکه که پیامبر اسلام داره صحبت میکنه که من گوشت خوک رو بر شما حرام کردم، مردار رو حرام کردم، خون رو حرام کردم، و بعد ادامه میده که من امروز دین رو بر شما کامل کردم و نعمتم رو بر شما تمام کردم. در حالی که میدونیم غدیر بعد از این داستان مکه است، و اگه نعمت تمام شد مگه امامت نعمت نیست؟ امامت دیگه بالاترین نعمت دیگه، پس چرا امامت باید در غدیر بیاد؟ پس ظاهرا این آیه نادرسته، چون یه بخشی هنوز تمام نشده و چند روز بعد در دره خم پیامبر اسلام تازه امامت رو اعلام. آیا علی به اندازه حرمت گوشت خوک داره احترام نبود که ذیل همین آیه می آوردید تکلیف رو مشخص می کردید؟ پس ببینیم که آیه 3 سوره مائده دقیقا در مخالفت با این ادعای شیعیان. 67 مائده هم همینه، یا ایها الرسول بلغ ما انزله من ربک، رسول ابلاغ کن اون چیزی که از خدای تو به تو رسیده. خب ابلاغش کجاست؟ اونایی که ابلاغ کرده که در قرآن هست. چرا ما نام علی رو نمیبینیم؟ اگه شما نمیگید امامت منصوص از جانب خداست، به رسول ابلاغ شده و ایشون اون رو اعلام کرده، خب هزاران چیزی که خدا به رسول ابلاغ کرده در قرآنه دیگه، در آیات قرآنه، سخن خداست. آیا امامت اونقدر جایگاه نداشت که پیامبر اسلام بخواد اون رو اعلام کنه؟ پس ببینیم یه آیه دیگری در قرآن که اتفاقا شیعیان میخوان استفاده کنن دقیقا بر علیه خودشون به کار میره. ضمنی که ما آیات متعددی در قرآن داریم که اختصاص امامت به علی رو زیر سوال میبره. به عنوان مثال ما وقتی آیه 59 نساء رو نگاه میکنیم، در اونجا که اتفاقا خود شیعیان از اینا استفاده میکنن، مثلا میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، میگن این اولو الامر به علی و فرزندانش اختصاص داره. ما مشکل اینه که کسی که قرآن رو فهم کنه میفهمه. در ابتدای آیه میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولو الامر
منکم، منکم یعنی از خودتان. مرجعش کجاست؟ ضمیرش آمنوه. یعنی دقیقا همین روایت رو اگر فهم کنیم میفهمیم اولوالامر به علی و فرزندانش نیست. اون کم یعنی من کم یعنی از خودتان. این کم کیه؟ آمنو، این کسانی که ایمان آوردید، یعنی کلیه مسلمانان رو داره میگه. رساله سادهش اینه. فرض کنید من میگم ای دانشجویان حقوق، از رئیس دانشگاه و اساتید و از بهترین های خودتون اطاعت کنید. خوبی بهترین های خودتون شامل همشون میشه، هر کسی که بهتر باشه. اگر مقصودم شخص خاصی است باید نامشو بگم، بگم ای دانشجویان حقوق اطاعت کنید از رئیس دانشگاه، اساتید و سلیمانی امیری. اینجا دیگه دانشجویان حقوق نمیتونن بگن که مقصود ما هم هستیم. نخیر، چون انصراف داره، مشخص کرده، مقیدش رو مشخص کرده، مستثناش استثناش رو مشخص کرده. استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه و سلیمانی امیر. این آیه قرآن خودش بر علیه علیه، چون اولوالامر رو میگه از خودتون، از اون کسانی که خودتون برگزیدید، وگرنه باید میگفت من علی و آل او. اولوالامر یعنی صاحبان امر از آل علی. پس میبینیم آیات متعددی در خود قرآن وجود داره که با توجه به عدم تصریح علی به عنوان جانشین بر ضد او تازه به کار داره میره. اینم دومین مشکل بزرگی است که خب شیعیان باید بهش پاسخ بدن که چگونه یک چنین مسئله رخ میده. سومین مسئله این که درست کردیم بهترین زمان جایی که موسم حج، یعنی همه حجاج از مناطق مختلف آمدن. خب مردم یمن بعد از حج رفتن به یمن، به جنوب. مردم نجران رفتن به مناطق خودشون، مردم عراق به مناطق خودشون رفتن، گروه های دیگری به مناطق خودشون رفتن، مثلا قبیله سقیف در طائف و جاهای دیگه. و اینا که این ابلاغ رو نشنیدن، در حالی که قرار بود پیامبر اسلام رو برای همه ابلاغ کنه. در منطقه غدیر فقط یه گروه کوچکی میتونستن جمع شن، اونایی که با پیامبر میخواستن برن به مدینه، چون عرض کردم 150 کیلومتر فاصله داره با مکه. از طبیعیه که سوال مطرح بشه که ایشون چرا در اون محل تجمعی رو اعلام نکرده. هر عقل سلیمی میدونه که باید این کار انجام بشه. پس اینم نشان میده که موضوع پر اهمیتی نبوده، موضوع جانشینی نبوده، وگرنه هر انسان صاحب عقلی میدونه اینو باید در یک محل عمومی، در یک مراسم خیلی مهم اعلام کنه. نکته دیگر این که خود رفتار پیامبر اسلام هم بعد از 18 ذی‌الحجه که مسئله غدیر خم رخ داده تا زمان فوت او که نزدیک به 2-3 ماه زمان برده، با همین آیه در واقع همین ادعا در تضاد قرار میگیره. یعنی بیاید فرض کنید من شخص رو جانشین خودم کردم، در اون 2-3 ماه باقی مانده هم باید رفتاری نشون بدم که نشان بده ایشون جانشین منه دیگه. یعنی با عمل خودم یا با فرامین خودم اون فرمان اول رو تایید بکنم. یعنی وقتی گفتم علی جانشین منه، بعدن هم همین نشان بدم که مردم به شکل مؤکد بفهمن که بله خب علی جانشینه اوست. اما میبینیم برخلاف این رخ داده. از جمله زمانی که پیامبر اسلام بیماره، نمیتونه نماز بخونه، ابوبکر به جانشینی او انتخاب میشه و بنابر نقل ها نزدیک به 17 بار ابوبکر جای محمد نماز خوان، نمازهای یومیه، یعنی 5 نوبت نماز، ابوبکر 17 نوبت نماز خوان.
یعنی نزدیک به 2-3 روز، علی که بود، اگر ایشون جانشین بود باید علی رو میفرستاد به عنوان پیش نماز. کما اینکه همین مسئله سبب شد که در سقیفه بنی ساعده که انصار جمع شدند برای جانشینی، عمر به همین مسئله استناد کرد که پیامبر ابوبکر رو ما برای آخرت ما در نظر گرفت، چون اون پیش نماز ما بود، یا ما اون رو برای دنیای خودمون در نظر نگیریم؟ پس طبیعیه که وقتی پیامبر ابوبکر رو برای پیش نمازی برگزید، ما هم او رو به عنوان پیش نماز این دنیامون برمیگزینیم، که اون زمان پیش نمازی یکی از نشانه هایی بود که شخص داره برجستگی خاصی است. در حالی که حتی یک بار هم علی جای پیامبر اسلام نایستاد، نماز هم نخوند. موضوع دیگر این که همان زمان که پیامبر اسلام داره لشکر تجهیز میکنه، یکی دیگر از نشانه های برجسته بودن این بود که شما کسی رو به عنوان فرمانده انتخاب کنید، امیر لشکرش بکنید. حالا اگر شما علی ابن ابی طالب رو برای نماز برنگزیدی، اما حداقل فرمانده لشکرش باید بکنی. اما میبینید پیامبر اسلام اسامه ابن زید، یک جوان 18 ساله رو فرمانده میکنه، علی رو به فرماندهی لشکرم انتخاب نمیکنه. خب شاید شما بپرسید که خب سلیمانی چه موردی است؟ اتفاقا مورده، چون همین عمر در زمان خلافت خودش هم اسامه رو امیرالمومنین میگفت، بهش گفتن امیرالمومنین تو برای چی هم چرپی میزنی؟ گفت به خاطر اینکه رسول الله او رو بر من امیر کرد این آخرین سال خودش. میفهمه چرا مهمه این مسائل؟ یعنی اسامه ابن زید که پسر زید ابن حارثه بود و اون داستانهای معروف، در 18 سالگی امیر سپاه شد و بعد عمر به خاطر همین مسئله به اون میگفت امیرالمومنین. چرا؟ چون رسول الله او رو بر من امیر کرده. پیامبر اسلام طبیعی بود اینو فهم کنه که من علی رو برگزینم که یک نشانه ای باشه مبنی بر این که ایشون یک صلاحیتی داره، درایتی داره، شایستگی داره برای این کار. مورد دیگر این که خب بعد از غدیر خم پیامبر اسلام 2-3 ماه زنده بود. خب این فرصت رو داشت که در مدینه برای کسانی که به حج نیامده بودن، خب اونا هم باید بیعت میکردن، میپذیرفتن. اما ما هیچ گزارش تاریخی نداریم که بعد از غدیر خم در مدینه هم کسی آمده باشه از قبایل مختلف، گروه های مختلف بیان و بیعت بکنن. یعنی ما فرض رو بر این میذاریم که موسم حج نشد، بسیار عالی، عده‌ای رفتن به طائف، عده‌ای رفتن نجران، عده‌ای رفتن یمن. خب وقتی خبر شایع شد، مگه نباید قبایل مختلف می آمدن بیعت میکردن؟ ما شاهدی نداریم که قبایلی آمده باشن و بیعت. دیگر نکته این که خود شیعیان هم همین مسئله رو عنوان میکنه. یک داستان است به نام قرطاس، یعنی دوات و قلم، که پیامبر اسلام در زمانی که بیماریش شدت گرفت چند روز قبل از فوت، گفت برید یک کاغذ و قلم بیارید، من چیزی بنویسم شما گمراه نشید. در اون جلسه عمر برگشت گفت ایشون هزیون میگه. این به حال جمع به هم ریخت و پیامبر اسلام هم دیگه اونها رو بیرون کرد و منصرف شد، که شیعیان بارها اینو آوردن و بعد اشاره میکنن که پیامبر میخواست بنویسه به خلافت علی. خب اول اگه نوشتن مهم بود، خب در قرآن میامد، همون قرآنی که خیلی ها بر روی پوست و استخوان و اینا نوشته بودن، خب اینا مینوشتن. دوم این که مگه شما نمیفرمایید پیامبر در غدیر بیشونو برگزید، دیگه بنویسم که گمراه نشید چه معنی داره؟ اگر یه چیزی تصریح شده باشه طبیعیه، نوشته یا نانوشته فرقی نمیکنه، کسی بخواد زیر قرارداد بزنه نوشته و نانوشته نداره.
وقتی این همه افراد شنیدن دیگه، اگر من سلیمانی هم قبول نداشته باشم، دیگران که شنیدن فرمان رسول الله براش لازم الاتباعه دیگه، نیازیست به همش بزنم دیگه. خود محمد فراموش کرده بود که قدیر علی رو برگزیده دیگه، چه نیازیه که بنویسه گمراه نشی. نکته دیگر این که فرض هم مثلا بر این بگیریم که ایشون میخواسته این کارو بکنه، عمر آمد و مانع شد، ایرادی هم نداره. ما خود شیعیان میگن این واقعه در روز پنجشنبه رخ داده، اما فوت پیامبر اسلام روز دوشنبه است. پس پیامبر اسلام سه روز دیگه هم فرصت داشته که اینو بنویسه، در کمال آرامش این مسئله رو بنویسه، چون ننوشته. پس ایشون که در همون لحظه فوت نکرد، مگه ایشون نگفت من بنویسم که شما گمراه نشید؟ پس مسئله مهمی بوده، بحث گمراهی یک امته. حالا فرض رو بر این میگیریم در اون جمع یه عده اخلال کردن، شما هم گفتید بفرمایید برید بیرون، چه سر و صدا نکنید. ما چرا اجازه دادی سه روز بگذره و ننویسی تا امتت گمراه بشن؟ آیا شایسته شماست که شما تصریح نکنی بعد از دل اون این همه نزاع رخ بده، جنگ های مختلف ایجاد بشه، نزاع های مختلف، فرقه های مختلف، گروه های مختلف به جان هم بیفتن؟ مورد بعدی وصیتی است که به عباس میکنه. حالا من شما توجه میکنید وقت برنامه به اتمام رسیده، چند مورد دیگر هست در رد واقعی قدیر خم که اینها رو ما در نوبت بعد عرض خواهیم کرد تا نشان بدیم این پایه‌ای که شیعیان بر دل اون نشستن و از دل اون ولایت علی، خلافت او، جانشینی و حقانیت او رو بیرون کشیدن و بعد در واقع به نوعی حکومت رو مختص علی و آل او دانستن، تا چند اندازه بر خطاست و قابل دفاع نیست. ما اینها رو در نوبت آینده بحث خواهیم کرد تا کمکی باشه به فهم بهتر مسائل تاریخی و آنچه که ایدئولوگ ها از دل اونها سعی میکنن حقانیت بیرون بیارن، مشروعیت بیرون بیارن، و از یک داستان بسیار ساده که هزاران ایراد در اون هست، حکومت رو مختصش یک شخص و خانواده او قرار. خب من بحثم رو تا اینجا تمام میکنیم، در نوبت بعد به این بقایع به شکل جزئی تری خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جام شهرتی عزیز، تا برنامه بعد، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.